تا آن زمان که گناهکاران بی گناه در حصارند و دوزخهای ساختگی بشری پای دارند و تا بدان روز که سه معمای زمان ما سقوط اخلاقی زن به خاطر گرسنگی، بی پناهی و سرگردانی کودک به خاطر ظلم اجتماعی و پست شدن انسان به لحاظ سیطره ظالمانه قوانین بشری حل نشده باشد و تا آن زمان که قانون آدمیان قانون الهی را از یاد برده باشد و به جای اعتلاء انسان پست شدن او را فراهم سازد، تا آن زمان که بی‌نوایی و نادانی بر روی زمین وجود داشته باشد، بی‌نوایان میگن یه دزده که از زندون در رفته، این قاتل هست، از صبح تو کوچه های شهر داره پرسه میزنه، یه دو جا به زور خواسته وارد خونه ها بشه، یا آقایی هم میخواسته اونو با تفنگ بکشه که یاروه ترسیده و پا به فرار گذاشته. خدا خودش رحم کنه، همین روز هست که ما مجبور بشیم یه تفنگ بخریم، گرچه این خونه که در و پیکره درست حسابی نداره، تفنگم داشته باشیم فایده ای نداره. مادمازل من خیلی میترسم، شبا اصلا خواب ندارم، هیچ جا دیگه امنیت نداره، اصلا هیچ کس رو قبول نداره، میگن شهردار فرماندار رو قبول نداره، فرماندار اون آقا رو قبول نداره، پلیس هم از جفتشون نفرت داره. خب اون وقت دودش تو چشم کی میره؟ مردم دواسته همینه که مملکت روی خوش به خودش ندیده. کنوانسیون میره شام میاد، شام میره بناپارته میاد، بناپارته میره یکی دیگه میاد، میگیرن یه بچه 8 ساله رو لوی 17 رو اعدام میکنن. یا مریم مقدس، فکرشو بکنین اگه همین الان اون قاتل اینجا داشته شد. علی مادمازل واقعا هم ترس داره، مردم عاقل در خونه هاشون رو کلون میکنن، تنها عقبی شماست که تن به چنین کاری نمیده. خب شاید برای مردم عادی خطرناک نباشه، اما تو این روزا که عده مردم از خدا بی خبر لباس کششی رو بهانه پولدار شدن کردن و واقعا هم پول دارن،
تر و خوش با هم میسوزن. کافیه یه نفر به یه دزدی بگه اینجا خونه یک کشیشه. آخه کسی چه میدونه عالی جناب بیان خونه به اون بزرگیشه داده به بیمارستان، اون وقت خودش تو این بیمارستان تو این خونه خرابه زندگی میکنه. عالی جناب، میشنفین مادام مگلوار چی میگه؟ مبهمن چیزهایی شنیدم. مبهمن؟ ببینم مادام مگلوار، واقعا خطر بزرگی ما رو تهدید میکنه؟ بله بله عالی جناب، اونطور که میگن یک بیابونگرده، یک گدای خطرناکه. گویا اول میخواسته وارد مسافرخونه جاکن لابار بشه، اونجا راش ندادن. بعدن سری به هتل کالباس زده، اونجا هم عذرشو خواستن. بعدن میگن رفته به شهرداری، تو شهرداری گذرنامه زردشو نشون داده، اونا هم ردش کردن. حتی میگن یعنی خودش گفته عالی جناب به زندونم رفته. تو زندونم بهش گفتن کجا؟ بیرون 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 بیرون، بفرمایین بریم بزنین یکی رو بکشین، بعد خود به خود تشریف میارین اینجا. یا مریم مقدس، یا عیسی مسیح، مرد بیچاره رو دعوت به گناه کردن. میگن یه چوب دستی داره که اگه تو سر هرگی بزنه جاش تو قبرستونه. خلاصه عالی جناب، یک غوله به شاخدم تو این شهر بیستاب مونده همینطور داره ول ول میگرده. حقیقتا؟ بله عالی جناب. تو این بارون؟ بله بله عالی جناب، تو این بارون. من مطمئنم که امشب یه بدبختی زن این مردم بیچاره میاد. تو این کوچه هم که یک دونه چراغ روشن نیست. وای وای، البته عالی جناب اون چه من میگم مادمازل باتیستینم میگه. من هیچی نمیگم، اون چه برادرم میگن خوبه و به صلاحه. ما میگیم این خونه بیدر و پیکره. اگه عالی جناب اجازه بدن من همین الان میرم پلن مزبای قفصاز رو میارم که چفتایی در واقعو بکوبه. اینا اینجا عالی جناب کار یک دقیقه است. برای اینکه من میگم عالی جناب چفت برای در لازمه، حتی اگه برای یک شب باشه، حتی اگه برای امشب باشه. برای اینکه من میگم عالی جناب آخه در خونه که از بیرون و فقط با یه فشار باز. یا عیسی مسیح، اجازه فرمودین من الان میرم حالا مصباح رو میارم. یا مریم مقدس، یا عیسی مسیح، یا مریم عزرا، یا مریم مقدس. عالی جناب منم جان والجان، یه جفتارم 19 سال زندونی بودم، 4 روزه که آزاد شدم. از جرگاه طولان طرف پانتاقلیه را افتادم، 12 فرسخ پیاده را آمدم امروز. میگن یه مرد مهربون. بفرمایی بفرمایی. نه ترسید، نه ترسید. چرا نمیایی تو؟ گذرنامه زرد دارم. خیز شدی، بیا بیا این جلوی آتیش. نه آقا، موضوع یه چیز دیگه است. میشنفی؟ من یه جفتکارم، یه محکوم به اعمال شاقه. این گذرنامه منه. شما میدونید گذرنامه زرد یعنی چی؟ یعنی آزادی که بمیری، یعنی آزادی که بری. کجا؟ به درک. میخوام براتون بخونمش. تو زندون درس خوندم، اونجا هر کی بخواد میتونه باسواد شه. اینجاست، نوشته ژان والژان، محل تولد. چه دردتون میخوره؟ مدت زندان 19 سال، جرم شکستن شیشه و اقدام به سرقت، 5 سال برای سرقت، سرقت یک نام و
برای کودکان گرسنه خواهرم 14 سال برای اقدام به فرار. حالا اینجا رو توجه کنید، این مرد بسیار خطرناک است. اون وقت شما میخواید منو تو خونتون راه بدید؟ نه مدام، شما یک دست از آخری دیگه هم خواهیم گذاشت. بله آقا. آفهای سفید رو آماده کن. بله بله عالی جناب. آقا کنار آتیش بشینید و خودتونو گرم کنید. همین الان شام میخورین و بعدش هم جاتون آماده میشه. راست میگید؟ چطور؟ یعنی شما بیرونم نمی کنید؟ یه محکوم به اعمال شاقه رو؟ آه چه زن نازنینی بود اون که اینجا رو نشونم داد. یادم نیست چی گفت. گفت خونه، گفت مسافر خونه. خونه است برادر، خونه یک کشیش. کشیش؟ چه کشیش نازنینی؟ یعنی شما ازم پول نمیگیرید؟ من چقدر بیشعورم، عرقچینتون رو ندیده بودم. آقا شما خیلی خوبی، منو تحقیر نمی کنین. یک کشیش خوب خیلی خوبه. احتیاج نداری بهتون پول بدم؟ نه پولتون رو نگه داری. راستی چقدر پول داری؟ 109 فرانک و 15 سو. 109 فرانک و 15 سو. چقدر وقت صرف کردین که اینقدر پول جمع کنی؟ 19 سال. 19 سال. آقا حالا که شما پدر مقدسین، دلم میخواد براتون بگم که ما هم تو زندون یه کشیش داشتیم. یه روزم یه اسقف اومد اونجا. شما میدونید که کشیش ها وضعشون خیلی خوبه. اسقف ها وضعشون از اونا خیلی بهتر. چی گفت؟ ببخشید چیز بدی گفتم؟ آخه میدونین زندونی ها از کشیش ها خوششون نمیاد. میگن هر وقت یه کشیش میاد سراغت بدون که دیر یا زود گردنت میره زیر گوتی. مادام. آره اسقف اومد تو زندون، ما که چیزی نفهمیم. من همش تو نخ کلاه نوک طلاییش بودم. شبای کوهستان خیلی سرده. بازم سرده تونه؟ نه دیگه سردم نیست. این شمدونا خوب نیست. بله عالی جناب. آقا شما خیلی خوبی، منو تحقیر نمی کنی. تازه شمدونای نقرتونم برام روشن می کنی. در حالی که می دونید من یه بدبختم. شما می تونستین خودتونو به من معرفی نکنین. اینجا خونه من نیست، خونه عیسی مسیح. این در از کسی نمی پرسه که آیا اسمی داری، ولی می پرسه که آیا دردی داری. شما رنج کشیدین، شما گرسنه و تشنه این،
پس مهمان عزیز این خونه ای. پس از من تشکر نکن. اینجا هیچ کس در خونه خودش نیست مگر کسی که به سرپناهی احتیاج داره. من به شما که یک ره گذرین میگم اینجا پیش از اون که در خونه من باشین در خونه خودتون هستین. هرچه اینجاست از شماست. چه حاجتی به دونستن اسم شما دارم؟ به علاوه شما پیش از اون که چیزی به من بگید اسمی دارید که من میدونستم. راستی؟ میدونستید؟ بله آقا، شما برادر منی. حالا شما بگید که چه کردید. کامیابی چیزی بس زشت است و شباهت دروغینش با لیاقت مردم را می فریبد. نه نه، در مورد شما اینطور نیست. جمله خودم را به خودم بر نگردان. شما که در بخت آزمایی و لاتاری برنده نشدید که کامیابیتان زشت باشد. بگید ببینم چطور صنعت کهرباسازی مونتروی سرمه رو تغییر دادید؟ عالی جناب، پیش از این به جای کروفون از صمغ استفاده می شد. من کروفون رو جانشین صمغ کردم و به جای حلقه های فولادی از حلقه های نازک فلزی لحیم شده استفاده کردم. به همین سادگی؟ بله، همین اقدام کوچک قیمت مواد خام و بی اندازه پایین آورد، اما دستمزدها رو بالا برد. محصول بیشتری عرضه شد و قیمت ها ارزان تر شد. همین صنعت قابل رقابت با صنعت انگلستان و آلمان شد و در نتیجه سود سه برابر شد. و برای همین مونتروی سرمری ها دوستتون دارند. از همین سود براشون مدرسه، درمانگاه و داروخانه رایگان ساختم. برای یتیمان پرورشگاه و برای زنان بی همسر کارگاه‌های کار و برای فقرا شغل و درآمد ایجاد کردم. خوبه، خیلی خوبه، اما کافی نیست. دوست دارم این بار این کتاب را بخوانید. یک جایش را برای شما علامت گذاشتم. آه، همینجاست. در کشور فرانسه 1,320,000 خانه روستایی است که هر یک جز 3 در و پنجره به خارج ندارد. 1,807,000 خانه کوچک که هر یک 2 منفذ دارد، یک در و یک پنجره. و نیز 346,000 کلبه که هر یک جز یک منفذ ندارد، یک در. و این نتیجه قانونی است که قانون مالیات در و پنجره نامیده می شود. خانواده های فقیر، پیر زنان، اطفال خرد سال را در این خانه ها تصور کنید. تب ها و بیماری ها را ببینید. دریغا، دریغا، خدا هوا به مردم عطا می کند، اما قانون این عطیه الهی را به آنان می فروشد. در این ره، در بار، در دو آلپ سفلا و اولیا روستاییان گاری دستی ندارند.
کود رو بر پشت مردان حمل می کنند. شمع ندارند. چوب راتینج و ریسمان آلوده به سمق می سوزانند. در سراسر خطه دفینه سفلا هم همینطور است. مردم برای 6 ماه یک بار نان تهیه می کنند. نان را با سرگین خشک گاو می پزند. هنگام زمستان این نان را به ضرب تبر می شکنند و 24 ساعت در آب خیس می کنند تا قابل خوردن باشد. وای بر کالسکه نشینان بی درد. آه از شکم توهی های بی کس. برادر بایستی رحم داشته باشیم و نگاه کنیم و ببینیم که مردم فرانسه چطور رنج میبرند. البته من مطمئنم که شما چیزهایی از این مردم بینوا دیده اید که من ندیدم. پس شهردار یک شهر شدن بیفایده نیست. شهردار مونتروی سورمر، دو بار تقاضاشون رد کردم عالی جناب. آقا یادتان باشد مقصر کسی نیست که گناه می کند، بلکه کسی است که ظلمت به وجود می آورد. اگر می توانید چراغی باشید، اگر می توانید نوری باشید که از ظلمت و ظلم کم کنید، حتما بپذیرید. موعظه موعظه. خواهرها به ما رحم کنید و شام بیاورید. حاضر عالی جناب، بفرمایید بفرمایید. موسیو ژان والژان. مدام عالی جناب. موسیو مادلن. آه موسیو مادلن. کمکم کنید، به دادم برسید، یک کاری بکنید. بام کمکش کنید، بام داره فرد میشه. آقا کمکش کنید، تو رو خدا کمکش کنید. کمکم کنید، یک کاری بکنید.
میخوام. خدایا بازم بازم بابا فشلوا بله موسیو مادلن کاریش خیلی سنگین بوده اسمش هم بیجون کاری چپ میکنه هر دوتاشون زیرش میمونن. خب اینو باید با ماشین اهرم بلندش کنی. یکی فرستادیم که بیاره. خب چقدر طول میکشه تا برگرده؟ از آهنگری دورمنویل تا اینجا یه راه راهه. یک راه تا اون موقعی بیچاره میمیره. چشمام داره سیاهی میره. دارم میمیرم. خب گوش کنید، هرکی بتونه بره زیر گاری و گاری رو بلند کنه 5 لیره یه طلا گیرش میاد. خام داره قطع میشه. 10 لیره زودتر زود باشید. 20 لیره بیست آمستید. ولی همچین کسی باید مثل شیطون زور داشته باشه. نه مسئله زور نیست، مسئله عقله. عقل ما باید منتظر بشیم تا ماشین اهرم رو بیارن. فقط اهرم. زودتر به دادم برسی. یه کاری بکنی. کمکم کنی. خدای پام. اسمم. پام داره قطع میشه. زودتر. یه کاری بکنی. آقای شهردار نمیدونه که بابا فوشلوان دشمن خونیشه. الان نگام نکنید این بیچاره رو بکشید بیرون. کاش می مردم. من به این بد کردم، به این بد گفتم. اسبم چی شده؟ مرده؟ نه خدایا نابود شدم. بابا فشلوان. من اسب و گاری شما رو به 1000 فرانک خریدم. لطفاً بابا فشلوان رو هر چه زودتر ببرید به درمانگاه شهرداری. عجیبه جناب شهردار، نظیر چنین صحنه ای رو من سالها پیش در جعبگاه طولون دیدم. قطعه سنگ بزرگی روی یک جعبکار افتاده بود و جعبکار دیگری درست مثل امروز شما قطعه سنگ رو از روی اون بلند کرد. به نظر شما عجیب نیست؟ به نظر من همه چیز عجیبه. مثلا؟ مثلا مسیو جاور بازرس که در هر اتفاقی حتی اگر نجات جان یه بینوا باشه دنبال یک گناهکار تر اینه که من موفق هم میشم جناب شهر. من رد پای یک گم شده رو درست در جایی پیدا میکنم که به نظر نمیرسه از اونجا رد شده باشم. خوشا به حال قانون که شکارچیای مثل شما دارد. شکرم جناب شهر. شهردار کسافت! کو
کجا رفت اون تیم سیاه؟ اون شهر داره کسافت. از چه سر و کلت پیدا شد زنی که؟ فانتین گورت خواه نه کم شو سلام موسیو جافر عزیز گورت کم کن چشم کم شو چشم غلط کردم غلط کردم گورت کم کن چشم متشکرم سروران عزیز مردمان خوب مونتروی سورمر همه شما به خوبی میدونید که مسیو مادلن شهردار محترم و محبوب ما 4 سال پیش هنگام ورود به مونتروی سورمر فرزندان منو از کام مرگ نجات داد و چنان فداکارانه به خانه سراپا آتش داخل شد انگاری پدری برای نجات فرزندانش چنین میکند. باز همه شما به خوبی میدونید این تنها فرزندان من نبودند که به دست او نجات یافتند، بلکه مونتروی سورمر و همه مردمانش از کام آتش مهیبتری که فقر نام دارد به دست او نجات یافت. و اگر نبود همت و ابتکار انسان دوستی او، مطمئنن شهر ما نیز در ردیف شهرهای فقیر فرانسه قرار میگیره. فراموش نکنیم که فقر و غنا یک دماسنج دارد، آن مخارج وصول مالیات است. و به خاطر وجود چنین فردی هزینه وصول مالیات در مونتروی سورمر 3 روب کاهش یافته و صنعت کهرباسازی شهر ما با همت نجات دهنده مونتروی سورمر رقیب آلمان و انگلستان شده و نام شهر ما بر تارک صنعت اروپا می درخشد. و به جرات می توانیم ادعا کنیم که امروز دیگر در شهر ما کسی گرسنه نمی خوابد و بی خانمانی نیست که امروز سقفی ولو کوچک و یا حتی سرد بر سر نداشته باشد. بله، این تنها ما نیستیم که به این امر واقفیم. خوشبختانه دولت به خوبی از نتیجه حضور شهردار عزیز ما آگاه شده. امروز مسیو مادلن حمایل لژن دونور را به عنوان شوالیه لژن دونور از دست نماینده شما دریافت میکند.
متشکرم. متشکرم. متشکرم خانم ها و آقایان. وظیفه خودم میدونم که از محبت های شما تشکر کنم. با این که من از آدار سرور مسقف بیانونو بودم و خدا میدونه که از این بابت چقدر متعلمم، به احترام شما و صمیمیت شما در این جشن شرکت کردم. اما بی مناسبت نیست که به جای هر صحبت دیگه‌ای از او یاد کنم. در دنیا مردمانی برای استخراج طلا کار میکنند، اما این روحانی مهربان فقط و فقط برای استخراج شفقت کار می‌کند. بینوایی همگانی معدن او بود و همیشه تکرار می‌کرد یکدیگر را دوست داشته باشید، یکدیگر را دوست داشته باشید. من خبر دارم که این روحانی مهربان با همدردی و شفقت بی‌نظیر انسانی جاهل، دردمند و پر از کینه رو نجات داد. به کرات از او شنیدم که می گفت برادران بریانسونی ها را بنگرید، آنها به یتیمان، به بیوه زنان، به مستمندان حق دادن که کیزارهاشون رو سه روز بیش از دیگران برای خودشان درو کنند. بریانسونی ها خانه های مستمندان را هنگامی که ویران شده باشد به رایگان از نو می سازند. طی 100 سال در آنجا قاتلی پیدا نشده. پس آنجا سرزمین مورد رحمت خداوند است. من حرف دیگری ندارم، اما آرزو دارم که مردم مونتروی سرمر از بریانسونی ها بیاموزند و اگر در سایه رحمت خداوند به زندگی بهتری رسیده اند و قرارا فراموش نکنند. بیا پایین دیو سیاه، بیا پایین، تو قاتل منی، قاتل من. من توف میکنم به تو و اون همایل لشیان دونانه تو. مسیو شاور، چشم بیا، خواهش میکنم به جای من اینو بگید، این دیو، این بی انصاف و هیچگونه مثل من نمیشناسه. اون لیاقت هیچ مدال و نشونه امایلی رو نداره. خفه شد زود از جناب شهردار معذرت بخواه. آرام باشید. خانم بگید من به شما چه کردم؟ چه کردی؟ تو نه آقای شهردار، این زن حق نداره به یک مقام راست بی توهین بکنه. نه، آزادش بذارید. مسیو شما بلش کنید. آقای شهردار، جناب شهردار، اگه همین دیم همین عالی جناب شهردار من از کارخونش بیرون ننداخته بود. موسیو شاپر عزیزم،
این من از کارخونش بیرون انداخت. بچه رو به جاسوساش بازم پاپوش درست کردم. بازی بازی یه مادر بد یه مادر بدبخت بدون هیچ دلیل از کارخونه میدازن بیرون. اون میره با خیاطی میکنه اما روز به روز کار و بارش بدتر میشه. اون وقت باید چی کار کنه؟ کازت نازنینا کازت اینجوری نگام نکنین. یه شمه کدومتون یه بچه منیز داری؟ کدومتون یه بچه یتیم داری که 6 سال اونو ندیدی؟ خانم محترم من قسم میخورم که از جریان بیرون کردن شما از کارخانه بیخبرم. بیخبری؟ من از تو از شیطونی که میگن فقط تو بانک لافایت 700,000 فرانک داره نمیترسم. من فقط از شاپر اوسیو شاپر عزیزم میترسم. جناب شهردار، توهین شما تنها مربوط به خودتون نمیشه، مربوط به دادگستری میشه. موسیو جاور، نخستین دادگستری وجدان آدمه. من حرفای این مادر بینوا رو شنیدم، خودم میدونم که چه باید بکنم. ولی جناب شهردار، من نمیدونم که چی میبینم. پس اطاعت کنید. من مطیع قانون هستم جناب شهردار، و قانون به من حکم میکنه که این زن 6 ماه زندانی بشه. نه این زن حتی یک روز هم نباید زندانی بشه. خیلی معذرت میخوام که در مقابل یک مقام رسمی مقاومت میکنم. من رو ببخشید جناب شهردار، اگه توهین برای شما اهمیتی نداره، من به توهین او به یک بورژوا اکتفا میکنم. بله من خودم اونجا بودم. این زن خودش روی موسیو با ما تو بو انداخت و اونو کتک زد. مرد محترمی که یک امارت 3 طبقه زیبا نبش میدان اصلی شهر داره. خدای من، جناب شهردار، شما خودتون خوب میدونید که این از وظایف پلیس ما بره و من حق دارم که این زن رو توقیفش کنم. نه موسیو، گذت من میبینه. به خدا این اون بود که یه تیکه یخ حتی تو لباسم. موسیو غلط کردم. شو شاوه موسیو گذت من. موضوعی که از اون صحبت میکنید از اختیارات پلیس شهرداریه و مطابق مواد 9، 11، 15، و 66 قانون اصول محاکمات جزایی من قاضی این امرم و حکم میکنم این زن آزاد شه. جناب شهردار توجه بفرمایید، ماده 81 13 دسامبر 1799 در مورد بازداشت بدون دادرسی رو به شما یادآور میشم. خواهش میکنم آقای شهردار، این حرف از اینجا برید.
یشت. این خانمو به امارت شهرداری ببرید تا تمام حرفاشو به من بزن. آقای شهردار، ما دستور دادم برید. ساز برشکست شده و کسی نیست که به نفع تو شهادت بده. پس به این دو سوال من جواب بده. آیا شما از دیوار باغ آقای پیرون بالا رفتید؟ آیا حین کندن سیب شاخی درخت رو شکستید؟ و یک سوال دیگه، آیا شما جان والجان هستید یا نه؟